Parce que c'est quand même TakeRock, quoi. Asim for Je ça, sais c'est pas. vrai qu'on Asim for ça, c'est vrai qu'on aime que. Prenons moi, les filles qu'on aime. من مارک پشفروش هستم از متولد انگلیس از لندن و میخوام از همه تشکر کنم که منو دعوت هم کردن و میخوام در مورد شبکه در لینوکس ارائه بدم امروز. اسم ارائه A Day in the Life of a Packet یا به فارسی یک روز در عمر یک پکت و میخوام تمرکز کنم روی سمت دریافت پکت ها توی لینوکس. این بحث و این موضوع خیلی پیچیده است و وابسته به خیلی از فانکشن ها و کد هایی که توی لینوکس هست و به خاطر همین شاید یکم گم بشین وسطش یا یه جای خوب توضیح نداده باشم. اگه این پیش اومد لطفا سوال بپرسید، من سوالا رو میخونم و ببینم میتونم جوابشون بدم یا نه. خیلی خوشحالم که اومدم و اگر مدیرها راضی باشند من میتونم شروع کنم. نمیدونم باش. خب من الان اسکرین شیر کنم. امیدوارم تصویر اسکرین میاد. اوکیه، همه چی خوبه، ادامه بدید. ممنون. خب اسم این ارائه A Day in the Life of a Packet، این یه اصطلاحیه که توی کلن توی صنعت شبکه استفاده میشه و معنیش میشه یک روز در عمر یه پکت یا بسته شبکه. این اصطلاح اگه گوگلش کنید توی خیلی از مستندهای سیسکو و شرکت‌های دیگه میشه پیداش کرد و تو هر جایی و تو هر موضوعی معنی خودشو داره و یه چیزی واسه خودش توضیح میده. امروز میخوام در مورد لینوکس صحبت کنم. من کیم؟ بذار خودم معرفی کنم. گفتم که من مارک پشفروش هستم و متولد انگلیسم. اینجا بزرگ شدم و فارسی یکم ضعیفه. اجازه بدید اگه من یکم اشتباه گفتم یا یکم عامیانه حرف میزنم به خاطر همین. من صدای من میاد بچه‌ها؟ ببخشید بس صحبتم اومدم فکر کنم. من مهندس سیستمم یا سیستمز انجینیر. حالا این خیلی معنی نداره اما میشه گفت که من توی پیاده سازی سیستم‌های جهانی و پیچیده و دیستریبیوتد به قولی کار میکنم. مخصوصا روی قسمت کرنل و شبکه و لینوکس کار میکنم. در حال حاضر من دارم توی کلاودفلر کار میکنم روی پروژه یونیماگ که در موردش بلاگ داریم. یه لود بالانسر توی کلاودفلر در لایه 4 انجام میشه یا کار میکنه و از eBPF, XDP و تکنولوژی های مربوط به لینوکس و شبکه استفاده میکنم. و این کد من که من نوشتم و توی این پروژه هست میلیاردها پکت در روز ازش رد میشه و به احتمال زیاد همتون در همین امروز احتمالا چند صد بار یا چند هزار بار بسته های شبکتون از این رد شده. ببخشید یکم صدا اومد. خلاصه من توی کلاودفلر کار میکنم و این لازم هست که یه درک خیلی زیاد و بزرگ از اینترنت و سیستم های اینترنتی داشته باشم.
و خارج از کلوتلر من داوطلبی میکنم توی یک ایونت که سالی دو بار برگزار میشه توی بلژیک، یه ایونت بازیه بهش میگن لان پارتی، و در این ایونت به این شکله که 1000 نفر میان با کامپیوترهای خودشون وصل میشن به شبکه و بازی میکنند، و این نیاز داره که این شبکه بسیار خوب قوی و با کیفیت باشه، یعنی هیچ گونه لگ و لیتنسی بالا و پینگ بالا نباید باشه. و این ایونتی که الان 6 7 سال که برام براش دارم داوطلبی میکنم و رئیس تیم شبکه شدم، باعث شده که من خیلی علاقه به شبکه و لینوکس پیدا کنم و از اونجا شروع کنم، و الان به اینجا رسیدم که دارم روی یکی از بزرگترین شبکه‌های تو کل دنیا کار میکنم. این بسیار باعث خوشحالیه و خیلی خوبه و خیلی چیزها یاد گرفتم از این، خیلی تجربه های خوب از سیستم های جهانی و اینترنت و لینوکس. مارک عزیز ببخش مثل صحبتت میام، صدای من میاد برای شما بله. واضح و خوب بسیار خوب ببخش من عوض میخواد دلت هم مشکل خورد، خیلی به سختی تونستم وارد اسکایپ بشم دوباره، نمیدونم چرا. حالا من همیشه اول جلسات خود لاگو به بچه که حالا با لاگ آشنا نیستن معرفی میکنم، حالا خلاصه در طول اون موضوع میگم، ولی خب امروز دیگه یه راست رفتیم سراغ اصل مطلب. حالا هنوز کنم شما داشت خود معرفی میکردی و هنوز کنم جلسه عملا شروع نشده دیگه، اینگاه بخش ارائه شروع نشده. من فقط بعد دوستانی که تازه اومدن، ما انگار لاگ 250 همه که داره برگزار میشه، یه جوری میشه گفت آخرین لاگ توی بهار 1400. کلا این کلمه لاگ، حالا دوستانی که نمیدونن یا براشون کلمه جدیدیه که اصلا چرا همچین اسمی داره این جلسه، یه موضوع خیلی قدیمیه که یک زمانی کاربران یونیکس دور هم جمع می‌شدن مشکلاتشون رو حل می‌کردن و کم کم این موضوع انگار بزرگ شد، لینوکس که اومد کم کم جایگزین یه جوری میشه گفت موضوع اون جلسات شد و به اسم لاگ انگار توی جهان پخش شد. و حالا خود لینوکس اورواز هم از این موضوع حمایت کرد و گفت که انگار یه گروه کوچیکی تشکیل بدیم برای اینکه به همدیگه کمک بکنیم توی یادگیری لینوکس و حفظ مشکلاتش، و اینم حالا لاگی که داره تو مشهد برگزار میشه، یا لینوکس یوزر گروپی که تو مشهد برگزار میشه. حالا دوستان که نمیدونن فلسفه لاگ چه، این یه توضیح خیلی خیلی خلاصش بود، ببخشید برای وسط صحبتتم بودم. همین، حالا خیلی من دیگه صحبت نمی کنم، بریم سراغ موضوع. حالا برای دوستان که الان فکرم جوان شدن، موضوعمون در رابطه با اینه که ببینیم یه پکیت از دسته که وارد سیستم عامل لینوکس میشه تا لحظه که خارج میشه چه اتفاقاتی براش رخ میده. ببخشید بازم وسط صحبت اومدم و بابت این مشکل اینترنت پیش اومدم، عذر میخوام. حالا اگه صدای من بر شما میاد ادامه بحث رو میخوای پیش ببر. ممنون که زدی دست در نکنه. بله ممنون. خواهش میکنم. خب داشتم میگفتم که لینوکس توی خیلی از شبکه‌ها و خیلی از شرکت‌ها استفاده میشه ازش و نیازهای خیلی زیادی ازش دارند. توی این 10 سال اخیر خیلی از شرکت‌های بزرگ مثل گوگل، فیسبوک، مایکروسافت، حتی خودمونم کلوتلر بهش خیلی قابلیت اضافه کردیم و سعی کردیم که بهینه‌اش بکنیم. دلیلش این بود که نیازهای خیلی زیادی ازش داریم. اگر توجه کنید به اینترنت این 10 سال گذشته، استفاده از سرویس های استریمینگ و از وبسایت هایی که متاسفانه فرانت اندشون یا چیزهایی که ارسال میکنن به سمت کاربر خیلی حجم زیادی داره و این باعث میشه که ما نیازهای خیلی زیادی داشته باشیم و شبکه خیلی بیشتر اسکیل کرده تا قدرت CPU و اینجور چیزها. خب واسه همین ما لازم بود که بهش کانتریبیوت کنیم، بهش قابلیت اضافه کنیم و سعی کنیم که این رو یک کارش بکنیم که بیشتر به دردمون بخوره. کانتریبیوتورهای بسیار زیادی داریم. با این دستور میتونستم تو این 5 سال اخیر کانتریبیوتورهایی که توی قسمت نت دیو و بی پی اف کار کردن رو در بیارم و به ترتیب بذارمشون. اینجا میبینید که گوگل، اینتل، اوراکل، کانونیکال و شرکت های دیگه بسیار زیاد کانتریبیوشن میدن و
واقعا خوبه. این مزیت نرم افزار متن بازه و آزاده. خلاصه داشتم میگفتم سخت افزار شبکه به خصوص کارت شبکه خیلی پیشرفت کرده تو این چند سال اخیر. از کارت شبکه های 100 مگابیت گیگابیتی الان رسیدیم به 100 گیگابیت در ثانیه و این حجم افزایش کارت شبکه رو ندیدیم توی سی پی یو. خب یعنی کارت شبکه و شبکه ها خیلی بیشتر اسکیل کردن و افزایش کردن تا سی پی یو ها. به خاطر همین پیچیدگی و چیزهای بهینه سازی توی بخش شبکه لینوکس خیلی بیشتر شده و برای شرکت هایی که هایپر اسکیل هستن، هایپر اسکیل منظورمون همون گوگل و فیسبوک و اینا که دیتا سنتر این شکلی دارند، واقعا لازمه که این کار رو بکنن. سخت افزار عادی یعنی طبق معمول معمولا اینا رو میگیرن. این سخت افزار مثل روتری که من دارم بهتون نشون میدم چیزای عادی هستند، معمولا از چیپ های ASIC استفاده میکنن که چیپ های مخصوص یک کار هستند. این سخت افزارها واقعا بهینه هستند، یعنی کار رو درست انجام میدن، اما گرونند و نمیشه بهش راحت قابلیت اضافه کرد و وابسته به اون شرکت هستی که اینو ساخته. اینها چجوری میتونم بگم، این به درد این شرکت های بزرگ مثل گوگل و اینا نمیخوره. شاید اینا رو به عنوان روتر استفاده کنند، اما روی خود سرورهاشون یا جلوی سرورهاشون نمیتونن از مثلا فایروال سخت افزاری استفاده کنن، چون خیلی گرونه، اسکیل نمیکنه و به سیستم هایی که اونا ساختن نمیخوره. اینجا گفتم که مزیتش اینه که خیلی بهینه است، اما متاسفانه پروپرایتری هستش، یعنی معمولا سخت نرم افزارش متن باز نیست، قابل تغییرات نیست و نمیشه راحت تغییرش کرد و بهش قابلیت اضافه کرد و اینها، و همیشه هم موندی توی حالتی که وابسته به اون شرکت هستی که اینو تولید کرده و اگر نخواستن یه قابلیت رو بهش اضافه کنن مجبوری مدل جدیدترش رو بخری. خلاصه این به درد اونا نمیخوره، اما لینوکس به درد این میخوره. خیلی هم خوبه واسه این کار. تصور کنیم که ما یه پکت هستیم، خب مخصوصا یک پکت TCP، یه TCP سین پکت که اولین پکت یه ارتباط TCP هست. خب اگر ما وجود داریم، اگر ما یه پکت هستیم واقعا، پس یک سیستم، یک کامپیوتر ما رو ساخته و ارسال کرده و یه مقصد داریم، یه سیستم مقصد داریم که باید بریم به سمتش. از یه شبکه بسیار بزرگ به اسم اینترنت رد میشیم که برسیم به سیستم مقصد که اینجا کامپیوتر A و B داریم. اما اون یه دونه سین پکت کافی نیست برای یه اتصال موفق. این TCP یه نوع هندشیک داره که تایید میکنه که این کانکشن، این اتصال موفقیت آمیز بوده و میتونیم شروع کنیم به رد بدل داده ها، یعنی ارسال دریافت داده از هر دو طرف. خب از اینجا شروع میکنم تعریف کردم و توضیح دادن که لینوکس چه کار میکنه. ما به عنوان یک پکت TCP رسیدیم به کارت شبکه سیستم که روش لینوکس نصبه و این سیستم روشن. میرسیم به کارت شبکش. کارت شبکه یا به اسم درستش Network Interface Card یا NIC که از آن به بعد بهش میگم NIC. وقتی که به NIC رسیدیم ما رو باید انتقال بده به سیستم عامل. خب
ولی نیک چیه؟ نیک یه سخت افزاریه که این باعث میشه که سیستم و سی پی یو بتونه با یه شبکه ارتباط برقرار کنه. اما این نیک جادویی نمیکنه. باید یه چیزی رو روشنش کنه، آمادش کنه. چی جوری آماده میشه؟ این لینوکس باعث شده و این لینوکس وظیفه‌شه که این رو آمادش کنه. آمادگی یک کارت شبکه یا یه نیک اینطوریه که یه درایور داره. درایور احتمالا میدونید که چی هست. اگر با سیستم عامل های لینوکس یا ویندوز یا حالا هر سیستم عاملی کار کردیم و لازم بود که مثلا یه پرینتر یا یه چیز دیگه، یه سخت افزار دیگه وصل کنید، به احتمال زیاد گفته که شما باید یه درایور نصب کنید. درایور یه نرم افزاریه که معمولا توی سیستم عامل قرار میگیره و با اجازه میده یا این قابلیت رو به سیستم عامل میده که بتونه از اون سخت افزار استفاده ببره. و این درایور چیکار میکنه؟ درایور میاد نیک رو آماده میکنه وقتی که سیستم روشن میشه. این درایور معمولا مخصوصا برای اون نیک ساخته شده. خب و به این شکله که اون سخت افزار یا به این تو این مثال یه کارت شبکه یه آیدی داره، یه آیدی توی باس پی سی آی. معمولا این کارت ها به شکل یا به روش پی سی آی به سیستم وصلن و این یه آیدی داره که خودش رو معرفی میتونه بکنه. وقتی خودش رو معرفی میکنه کرنل میفهمه که آها این آیدیه، پس بذار برم از این درایور استفاده کنم. بر اساس این آیدی یه درایور انتخاب میکنه و بعدش درایور شروع میکنه به آماده کردن سیستم عامل، کرنل و کارت شبکه. یکی از اولین کارهایی که میکنه اینه که یک قسمت از حافظه رم آماده میکنه و در اختیار کارت شبکه میذاره. کارت شبکه دسترسی به اون رم از طریق DMA داره. DMA چیه؟ DMA میشه Direct Memory Access، دسترسی مستقیم به حافظه رم به کامپیوتر. این چه جوری کار میکنه و به چه دردی میخوره؟ وقتی که یه کارت شبکه به سیستم وصله، به معمولا به PCI Express یا به باس PCI وصله و این باس PCI مستقیما به باس سیستم وصله و دسترسی به رم داره و این کارت شبکه میتونه مستقیما به اون رم هم بنویسه هم بخونه. یعنی اگه میخوایم داده منتقل کنیم از کارت شبکه به رم و از رم به کارت شبکه، از این روش DMA استفاده میکنه. خب بعد از اینکه DMA آماده شد و کارت شبکه هم فعال شد، لینوکس میاد یه سری استراکچر میسازه، یه سری استراکت. اگر آشنایی با برنامه نویسی دارید یا با سی کار کردید، این همون استراکت های سی دارن بهشون اشاره میکنن. اگر با زبان های دیگه اشاره تسلط دارین که object oriented هستن، فرض کنید object. خب این استراکت ها که یه دو تاشون اینجا گذاشتم، میتونی اینا رو گوگل کنید. من بعضی جاها من یه اسمی یا یه چیزی میذارم که آماده باشه برای گوگل کردن، چون من خیلی جزئی نمیرم. این استراکت ها رو آماده میکنه و این استراکت ها توی مموری تو کرنل استفاده میشه. این دوتا میتونم توضیح بدم. اولیش net device ops، یه استراکته که اشارگر به فانکشن هایی که توی درایور هستن توش داره. مثل یه اینترفیس میمونه. فرض کنید که کرنل میخواد یک فانکشن رو صدا بزنه به کارت شبکه، بگه فلان کار رو انجام بده. خب این لیست کارهایی که میتونه انجام بده طبق فانکشن ها توی این نت دیوایس اپس
تعریف شده و گذاشتن اونجا اسمشون هست و این پوینترها یا اشارگرهای تو این استراکت به فانکشن هایی که مخصوص اون سخت افزار هستند و توی اون درایور هستند اشاره می کنند. در نتیجه این یک اینترفیس ثابت برای همه کارت شبکه ها، اما فانکشن ها و متن کد خود اون فانکشن ها میتونه متفاوت باشه، یعنی کاملا متغیر. بعدش نت دیوایس رو داریم که این اطلاعات راجع به اون کارت شبکه توش هست، فکر کنم مک ادرس و چیزهای دیگه هم توش هست، اطلاعات راجع به اون کارت شبکه که سیستم عامل اگه لازم داشت بدونه در مورد اون کارت شبکه به این استراکت اشاره میکنه. اشارگر به این استراکت ها معمولا توی فانکشن های کرنل داده میشه به عنوان آرگومان یا پارامتر و خلاصه وقتی که این اینیشیالایز میشه، وقتی که این استراکت ها رو تشکیل میدن دیگه تو حافظه میمونه. این مثال نتدیو آپس که اگه توجه داشته باشید یه سری فانکشن مثل ndo open, ndo stop, start transmit, xmit یعنی transmit، تمام اینها به چی اشاره میکنن؟ به اسم فانکشن هایی که تو اون درایور هستن، که اینجا برای مثال از درایور IGB استفاده میکنن که IGB یکی از درایورهای کارت شبکه های اینتل هست. خیلی از تنظیمات ها و قابلیت های کارت شبکه ها میشه از یوزر سپیس، یعنی تو همون CLI تو بش رو اینا میشه تنظیم کرد با ابزار ETH tool. ETH tool بسیار توانایی زیادی داره و میتونی خیلی چیزها رو تغییر بدی و متاسفانه میتونی خیلی چیزها رو خراب کنی. در نتیجه مواظب باشید. اینجا مثلا آفلود و اندازه سقف سخت افزاری و نمیدونم خیلی از چیزها میشه از این با این روش تنظیم کرد. گفتم سقف سخت افزاری، بذار در مورد اینی کم صحبت کنیم. این تصویر احتمالاً برای خیلی از شما آشنا باشه. ما یه پکت هستیم. دوباره به این فکر کنیم که ما یه پکت TCP هستیم. رسیدیم به کارت شبکه. خب و می‌بینیم که کارت شبکه به ما گفته که خواهشاً وارد این صف بشید. این صف سخت افزاری که انگلیسیش میشه receive queues و در متن کرنل بهش میگن RX queue. RX معنیش receive یا دریافته و Q که همون Q صفحه. اما ما داریم میبینیم که صفحه‌های دیگه وجود داره. چرا کرنل به ما گفته که وارد این صفحه بشیم؟ خب ما پکت الان تبدیل شدیم به یه آرایه بایت. خب و به ما گفتن که وارد این صفحه بشید. دلیلش اینه که CPU، حالا توضیح میدم. یکم به CPU فکر کنیم. بازم میبینید که توی صفحیم. ببینم این لابلای اینا یه پیکان پیدا میشه. من خیلی پیکان دوست دارم. ماشین مورد علاقه منه. آره ببینم. یکی ببینم این پایین. یکم به CPU فکر کنیم. ما گفتم که تعداد یا چجوری بگم قوت CPU ها اونقدر به اندازه افزایش پهنای باند کارت شبکه بیشتر نشده متاسفانه و این چند سال اخیر سازنده های این کارت شبکه ها متوجه شدند که اگه میخوان چند میلیون پکت در ثانیه دریافت کنند روی یک دونه هسته سی پی یو نمیشه این کار کرد. خب یا به سختی میشه این کار کرد چون که پهنای باند شبکه فقط پهنای باند نیست، تعداد پکت ها هم هستش. میتونید مثلا وقتی که دارید یه دانلود انجام میدید، یه چیزی رو دارید دانلود میکنید، معمولا از بزرگترین پکت ها استفاده میشه چون که بهینه است.
تمام حجم اون داده رو توی یک پکت تا اونجا که میتونه پر میکنه، ارسال میکنه و بعد سمت سرور یا یه سیستم دیگه دریافت میشه. و پردازش یه دونه پکت خیلی راحت تر از 20 تا پکته. اما خیلی از کارهایی که باید انجام بدیم روی شبکه از 20 تا یا 30 تا پکت باید استفاده کنه برای اون یک فرض کنیم 1000 بایت داده. چرا؟ مثلا هر کدوم از اون پکت ها یک پیام متفاوته جدا باشه از پیام های دیگه. خب مثلا فرض کنید که ما داریم سرورهای خود تلگرام رو مدیریت میکنیم. خب این پیام ها که دریافت میکنیم شاید کل یک پکت رو پر نکنه و احتمالا پکت های ریز دریافت میکنیم و زیاد ازشون. و خب هرچی پکت ها ریز تر باشه و تعدادشون بیشتر باشه خیلی روی سی پیو فشار میاره. در نتیجه باید یکم بهینش کردیم کار رو. خب اگه میخوایم از پهنای باند 10 گیگابیت به بالا مثلا پشتیبانی کنیم، ما باید از هسته های بیشتر سی پیو استفاده کنیم. نمیتونیم فقط از یه دونه هسته استفاده کنیم. خب اما این یکم داستان داره. میتونیم صرفا همشون رو پخششون کنیم. اگر با سیستم های لود بالانسینگ تسلط داشته باشید، آشنایی داشته باشید، شاید با راند رابین، با روش راند رابین که به ترتیب 1-2-3 پکت ها یا کانکشن ها رو ارسال میکنه به یک سیستم دیگه. اما این به درد ما نمیخوره، به خاطر اینکه اگر پکت های یک کانکشن TCP مثلا روی هسته های متفاوت دریافت بشه، این احتمال این که ترتیب دریافت این پکت ها به هم بخوره زیاده یا اصلا هستش، چون که به این حالت میگن race condition، این مسابقه طوره، یعنی چیزی اونجا نیست که مطمئن بکنه که پکت اول قبل از پکت دوم دریافت بشه. و اگر اینا به ترتیب دریافت نشن باعث میشه که الگوریتم مثلا این TCP در فرض گرفتیم داریم با TCP کار میکنیم، الگوریتم TCP به هم میخوره، چون که الگوریتم TCP خیلی حساسه به این چیزها و اگر بفهمه که ترتیب دریافت نمیکنه یا احساس میکنه که پکت ها رو از دست داده، سرعت اون دریافت اون پکت ها رو کم میکنه. خب و اگه این کار رو بکنه خب دیگه کیفیت شبکه پایین میاد، کم میشه. خلاصه نمیشه توی نرم افزار روی سی پیو این کار رو کرد، باید حتما با یه روش دیگه این کار رو کرد. ما باید از این صفحه‌های سخت افزاری استفاده کنیم که این پکت ها رو بذاریم روی هر صف و این هر صف رو وابسته به یه سی پیو یا یه هسته یه سی پیو بکنیم. خلاصه این هر صف سخت افزاری یه دونه اینترابت هندلر میگیره. خب اگر آشنایی نداشته باشید با سخت افزار و x86 و 64 و سی پیو اینجور چیزها، خلاصه بگم که مثل یه سیگنال میمونه که یک کارت شبکه یا هر دستگاه دیگه میتونه سیگنال بده، اعلام کنه به سی پی یو و مزاحم کار سی پی یو بشه و بگه لطفاً کار من رو انجام بده. خب و فرض کن شما یه هسته سی پی یو هستید و بسیار زیاد مزاحم میشید، به کارهای دیگه نمیتونی برسی. مثلا فرض کن که اون سی پی یو داری نمیدونم داری بازی میکنی، خب و بسیار زیاد پکت دریافت میکنی و این هر پکت باعث یک اینترابت میشه و هی سی پیو رو داره مزاحم میکنه، هر بار که سی پیو مزاحم بشه اسکیجولر، یعنی اون یه اسکیجولر، حالا دیگه به فارسی نمیدونم، ولی اون سیستم که مدیریت میکنه که کدوم پروسس ها
در حال اجرا هستن رو سی پیو مزاحم میشه و همون لحظه اون به کار اون کارت شبکه میرسه، اولویت داره انگار، مزاحم کار کلا. اگر یک مثال میخواید از یک دستگاهی که خیلی ها داشتند یه زمانی که اینترابت میکرد، یه کیبورد PS2 اگر آشنا داشته باشید یا یادتون باشه یا هنوز سیستم داشته باشید که اون پورت سبز یا بنفش رنگ روی مادربوردتون داشته باشید و اون مال کیبورد باشه، یکم گرد طوره و چند تا شاخه توش داره. اون PS2 با روش اینترابت اعلام میکرد که یک کلید رو فشار دادید. خلاصه این جالب نیست. خب و اگه همه این اینترابت ها به یک هسته برن مناسب نیست. در نتیجه در تشکیل یا بالا آوردن یا آماده کردن کارت شبکه، هر کدوم از این صف های سخت افزاری که میبینید اینجا، صف 0 1 2 3، به یک CPU وابسته هستن و اینترابت هندلرشون، یعنی کد برای اینکه اعلام کنه و مزاحم CPU بشه، به یک دونه از اینها وابسته است و میتونی اینا رو عوض کنی، میتونی اینا رو تغییر بدی. میتونی مثلا بگی نه، من میخوام صف 0 بره به CPU 7 مثلا، که میشه هسته 7 توی CPU. حالا ما دوباره فرض کنیم که یه پکت هستیم، اومدیم و به ما گفتن که وارد این صف بشید. حالا چجوری تصمیم گرفتن که وارد کدوم صف بشیم و این چجوری باعث میشه که ما به ترتیب برسیم به CPU و پکت های مال یک دونه کانکشن به یک CPU برن و نه به CPU های متفاوت. خلاصه ما یه سیستم هش داریم. توی سخت افزار یه چیپ یا یک توی اون چیپ اصلیش یا یه چیپ جدا یه هش داریم، یه فانکشن هش داریم که میاد این IP ها و پورت های داخل پکت رو برمیداره، میچسبونه و یه هش ازش حساب میکنه و این هش رو که حساب کرد، بعدش این هش رو میتونه استفاده کنه برای انتخاب صرف. حالا چرا هش؟ چون که هر پکت توی اتصال TCP یا UDP هشش باید ثابت بمونه، چون که پورت ها و IP ها توی اتصال TCP نباید تغییر داده بشه، متغیر نیست. در نتیجه همه پکت ها اگه هشتون رو حساب کنیم، هشش باید یکی باشه. حالا هش با این عدد هش باید چیکار کنیم؟ این چجوری میتونه باعث بشه که ما بریم سمت یک CPU یا یک صرف سخت افزاری؟ با یه حساب خیلی، با یه کار خیلی 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 ساده. اگر برنامه نویسی بلدید، با احتمالا با مودولو آشنا هستید. خب این باقی مونده تقسیمه. خب فرض بگیریم که N میشه تعداد صرفهای سخت افزاری و ما هش رو تقسیم بر اون باقی موندهش رو میگیریم، که اگر آشنایی داشته باشید میدونید که این تنها خروجی این الگوریتم فقط میتونه بین 0 تا N منهای 1 باشه. و خب اگر تعداد صف ها فرض کنیم 8 تا باشه و صف ها از 0 به 7 شماره گذاری کردیم، در نتیجه همیشه ما یک صف ثابت یا یک شماره یا عدد ثابت برای اون صف داریم از هر پکت. و این خیلی کمک میکنه که ما بتونیم همیشه به اون CPU برسیم، الگوریتم TCP و اینجور چیزها اصلا با ما مشکل نداشته باشند و خیلی خوبه، خیلی راحته و این باعث میشه که پکیت ها هم پخش بشن رو همه CPU ها. خب حالا کاملا نه، یعنی شاید یه دونه CPU بیشتر روش فشار باشه تا CPU های دیگه، اما معمولا کار میکنه و جواب میده. خلاصه ما بازم یه پکت هستیم و دریافت شدیم و رسیدیم به کارت شبکه، افتادیم تو اون صف
و میخوایم بریم سمت اون CPU. چجوری به اون CPU میرسیم؟ بازم به این اشاره میکنم. افتادیم تو صف و میخوایم بریم سمت CPU اما میخوریم به اینترابت. اینترابت ها متاسفانه گفتم یکم میشه زیاد فشار آورد روی سیستم. به خاطر اینکه اینترابت های زیاد، تعداد اینترابت های زیاد خیلی بده. و این تعداد اینترابت های زیاد باعث میشه که سی پی یو اصلا نتونه به کار دیگه برسه. واسه این کرنل یک API ساخته به اسم NAPI یا New API. فرض کنید که ما اولین پکت هستیم و میرسیم به کارت شبکه. کارت شبکه چیکار میکنه؟ ما رو یعنی به عنوان یک پکت ما رو منتقل میده به یک به رم از طریق DMA و اینترابت میزنه به CPU میگه لطفاً این پکت رو از رم تحویل بگیرید و پردازش کنید. CPU منظورم کرنل که داره روی CPU اجرا میشه، کرنل میاد میگه خب باشه این پکت رو میگیرم و حلقه New API رو فعال میکنم. این حلقه چیکار میکنه؟ یک thread یا میشه نخ نمیدونم، یه thread جدید باز میکنه و تو این thread شروع میکنه به پول کردن، یعنی دائم درخواست دادن به درایور کارت شبکه برای پکیت های جدید. و تو این مدت IRQ که اینترابت میشه IRQ رو غیر فعال میکنه. این باعث میشه که پکیت اول که دریافت شد باعث New API یا NAPI میاد حلقه رو شروع میکنه روی یک ثرید جدا، اینترابت ها رو غیر فعال میکنه که دیگه اینترابت سی پی یو اینترابت دریافت نکنه و خودش روی یک ثرید که اسکیجول میشه روی سی پی یو خودش با روش خودش مثلا با تایمر خودش میاد صدا کارتش درایور کارت شبکه رو صدا میزنه میگه لطفا پکیت های بعدی رو هم برای من بفرست بگو کجا هستن و دیگه سی پی یو اینترابت میشه. و بعدش که ترافیک کمتر شد دوباره اینترابت ها فعال میشن، حلقه نیو ای پی آی غیر فعال میشه و برمیگردیم به حالت عادی که هر پکت میتونه سی پی یو رو اینترابت کنه. خلاصه میرسیم به مرحله های آخر درایور. درایور تقریبا کاراش انجام داده. درایور به خصوص درایور که روی سی پی یو اجرا میشه که جزء کرنل حساب میشه، پکت رو از مموری میخونه، از رم میخونه. بعدش کارهای خیلی ساده و مخصوص به درایور و کارت شبکه خودش انجام میده. همه چی رو آماده میکنه و بعدش فانکشن الاک SKB رو صدا میده. الاک SKB چیکار میکنه؟ الاک SKB یه فانکشنی هست تو کرنل که یک آبجکت یا یه استراکت به اسم اسکیپ باف رو تشکیل میکنه. اینم فانکشنشه. البته این فانکشنش میاد یه فانکشن دیگه به همون اسم ولی با دوتا اندرسکور صدا میزنه و اون اجرا میشه، ولی خب همینه دیگه. این میاد این استراکت رو میسازه. یه استراکت بسیار بزرگیه. من نذاشتمش توی این ارائه چون که اصلا قابل خوندن نیست. باید بری توی متن خود لینوکس پیداش کنی و بخونی و ببینی اون فیلدهاش، اون قسمتهای اون استراکت چه معنی دارند و برای چی استفاده میشن. SKB استراکتیه که پکت رو توی کرنل نمایش میده. یعنی هر کجای توی کرنل بعد از درایور که به پکت شبکه اشاره میکنیم و ازش استفاده میکنیم از طریق یک آبجکت SKB بهش اشاره میکنیم و یه اشارهگر به اون SKB به تمام فانکشن هایی که مربوط به اون پکت هستند داده میشه. این الاک SKB بسیار
فانکشن چجوری بگم سنگینیه. خب در نتیجه اگر لازم نباشه اون الاک اسکیبی رو صدا نمیزنه، خب یا سعی میکنیم صدا نزنه. 99% باید این فانکشن رو صدا بزنیم که بود پکیت یک کاری بکنیم. اما توی شرکت ها که میخوان مثلا دیداس رو رفعش کنن، نمیذارن پکیت به اون مرحله برسه. مثلا خودمون تو کلالفتر از یه قابلیت به اسم XDP استفاده میکنیم که اون پکیت رو توی مرحله درایور و قبل از الاک SKB که تشکیل SKB حساب میشه اونجا دراپش میکنیم که دیگه اون CPU رو زیر فشار نذاریم. خلاصه این پکیت به شکل SKB داده میشه به مرحله‌های بعدی توی کرنل و یه استراکچر خیلی پایه هست توی کرنل. بعدش میرسیم به مرحله بعدی توی کرنل به اسم ترافیک کنترل. ترافیک کنترل نشونش ندادم اما توضیحش میدم. ترافیک کنترل یک مرحله دیگه است که میتونه پکت ها رو دراپ کنه، بندازه یا میتونه باعث بشه که اون پکت ها سرعتشون کم بشه. حالا سرعتش کم شدن توضیح بعدیه ولی بیشتر توضیح میدم. از لایه های بعدی مثل IP tables, NF tables و اینا خیلی بهینه تره چون پکت زودتر میشه روش میشه پردازش کرد. ترافیک کنترل میرسیم به مرحله اینگرس کیو دیسک. خب یعنی صبر کنید، وقتی که الاک SKB صدا میزنیم میفتیم توی SKB کور که این یه فانکشنه که با SKB کار میکنه، خیلی مهم نیست. انتهای اون رسیدیم، فانکشن دیلیور SKB میزنیم که SKB رو میدیم به فانکشن بعدی و اگر پکتمون نوع IP باشه مثلا IPv4 فانکشن IP receive میزنیم که اون رو آمادش میکنه برای سیستم های مرحله های بعدی که میخواد با IP کار کنه و بعدش میریم تو مرحله نت فیلتر که این باشه. حالا تو مسیر دریافت پکت فقط باید به این قسمتش توجه کنیم، اما بسیار چیز زیاد و پیچیده و بزرگیه و توضیح خیلی جزئی سخته، واسه همین من خیلی جزئی توضیح نمیدم. مسیر دریافتش رو فعلا توضیح میدم و از اینجا شروع میکنیم که استارت میزنیم، پکت دریافت میشه. گفتیم یه مرحله XDP هست، خیلی خلاصه گفتم که اینجا میتونیم تو مرحله درایور پکت رو پردازش کنیم و دراپ کنیم که خیلی از سیستم های ضد دیداس از همین استفاده میکنند. رسیدیم به الاک SKB. الاک SKB کاراشو انجام دادیم و دو تا مسیر داره. پکت رو کلون میکنیم میفرستیم سمت AF پکت. AF پکت اگه آشنایی با دستور TCP dump دارید که یه ابزار خیلی به درد بخوری هستش که ازش استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم ترابل شوت بکنیم مشکلات سیستم رو، تو این مرحله انجام میشه. یعنی قبل از این مرحله که بهش میگن ingress queue disk که همون traffic control حساب میشه. در نتیجه اگر شما یه سیس ادمین باشید و میخواین بررسی کنید که چه پکت هایی رو دارید دریافت میکنید، TCP dump که تو این قسمت سیستم قرار میگیره، بدونید که قبل از TCP dump تنها چیزی که میتونه باعث بشه که پکت رو نبینی XDPه که به احتمال زیاد وجود نداره تو سیستمتون. میریم به مرحله بعدی. این کاری به اینجاش دیگه نداریم، میدونیم که میرسیم به سیستم های مثل TCP dump و اینا، خیلی مهم نیست. مرحله بعدی ingress queue disk که میتونیم مدیریت کنیم دریافت پکت ها. گفتم که میتونیم اینجا هم دراپ کنیم، اما یک کار بهتری که میتونیم بکنیم اینجا مدیریت کنیم از صف های نرم افزاری. خب صف های دریافت پکت ها و باعث بشیم که مثلا QoS رو انجام بدیم توی این مرحله. QoS که میشه Quality of Service یا کیفیت یک
ارائه دادن یه سرویس. حالا خیلی معنی نداره ولی بذار یه مثال بزنم. فرض بگیریم شما توی خونه نشستید و دارید یه دانلود یک فیلم انجام میدید. خب دارید یه فیلم میبینید، دارید دانلودش میکنید و همزمان یکی دیگه تو خونه میخواد بازی بکنه. دانلود فیلم لازم نداره که سریع پکت ها دریافت بشه، فقط لازمه که پکت ها دریافت بشه. خب یعنی لیتنسی یا پینگ برای دیدن فیلم خیلی مهم نیست، اما برای بازی خیلی مهم هست. توی این مرحله لینوکس و دریافت پکت ها میتونیم این رو مدیریت کنیم. میتونیم بگیم خب به دانلود های حجم زیاد میتونیم اولویت کمتر بدیم و به اون پکت های خیلی ریز و کوچیک که مثلا پینگ باشن یا پکت های بازی باشن میتونیم اولویت بالاتر بیشتر بهشون بدیم. و برای اینکه بتونیم این کار رو بکنیم باید این پکت ها رو شناسایی کنیم و بازم توی این مرحله یه راهی هست که پکت ها رو شناسایی کرد، بررسی کرد و عمل کرد روشون، مثلا دراپ کردن یا اولویت دادن. بعدش میرسیم به مرحله بریج. بریج ما دوباره برگردیم به فرضمون که ما یه پکت هستیم داریم میرسیم به سیستم مقصد. این سیستم مقصد بریج نداره، پس در نتیجه نریم تو جزئیات بریج. اما اگر مثلا داکر روی لینوکس استفاده میکنید بدونید که رو اون یه بریج فعاله و حتما از اون مسیر کد کرنل استفاده میشه. ولی تو این مثال فرض کنیم که ما یه سیستم بدون بریج هستیم، از این مسیر میریم به این قسمت سمز که این بالا میگه بریج لیول. خب ببخشید این نتورک لیول، بریج لیول نیست. میرسیم به اینجا، الان وارد نت فیلتر شدیم که توی اینجا گفتم وارد نت فیلتر میشیم. نت فیلتر قسمتی از کرنل هست که IP tables و NF tables توش اجرا میشه یه جورایی. خب اگر با تنظیم IP tables یا NF tables آشنا داشته باشید میدونید که یه سری دستورهایی میزنید که باعث میشه پکت ها توی سیستم عامل یه جوری دیگه پردازش بشه و شاید روت بشه به یه جای دیگه یا شاید اصلا تغییرات ایجاد بشه تو خود پکت. این IP tables و NF tables صرفا ابزارهای یوزر سپیس هستن و خود کد اون ابزار توی کرنل نیست، اما اون ابزارها یه سری قوانین یا IP tables rules یا NF tables rules میسازند و سیگنال میکنن، صدا میزنن به کرنل، میگن لطفاً توی این قسمت از NF tables فلان دستور رو بذار که معمولاً شناسایی یه پکت هستش و یه عمل. یعنی می‌بینید که توی خیلی از مراحل کرنل یه فرصتی داریم که شناسایی کنیم و عمل کنیم رو پکت ها، مثلا XDP، مثلا Ingress Queue Disk و هر کدوم از مرحله های این سیستم NF tables یا Net Filter ببخشید. میرسیم به قسمت Rapid Routing. حالا من جزئی نمیگم هر کدوم از این مرحله ها، ولی خب اگر تا حالا نت کار کرده باشید یا مثلا داکر روی سیستمتون نصب کردید به احتمال زیاد از این دارید استفاده میکنید. و از کانترک یه سیستم خیلی بزرگی تو کرنل که ترک میکنه تمام ارتباط ها و اتصال های TCP, UDP, پینگ، همه چی. خب اگر فعالش کنید، معمولا برای سیستم های عادی فعال نیست، فقط برای روترها و سیستم هایی که مثلا از داکر و اینا استفاده می کنند، چون این قابلیت ها پشتیبانی می کنه از دسترسی شبکه داکر. می رسیم به کانترک. بعد از کانترک مرحله دیگه داریم منگل، پری روتینگ. اینا همه شون پری روتینگ هستن چون قبل از تصمیم روتینگ انجام میشه. روتینگ بازم یه قسمت دیگه، یک مرحله دیگه توی مسیر دریافت پکت تو لینوکس هست. اگر سیستمتون رو تنظیم کردیم برای روت کردن پکت ها، مثلا روتر خونه
که از یک شبکه به یک شبکه دیگه پکت منتقل میکنه، این روتینگ فعاله و این روتینگ دیسیژن، یعنی مرحله روتینگ دیسیژن، تصمیم میگیره که آیا این پکت قراره برای روتر باشه یا برای اینکه روتر انتقال بده به اونی که کارت شبکه و ارسال کنه. خلاصه این تصمیم اینجا قرار میگیره. توی این مرحله قبلش ما قابلیت این رو داریم که پکت رو تغییر بدیم که باعث بشه که این تصمیم روتینگ رو روی این تصمیم تأثیر داشته باشیم. خب مثلا ما میتونیم توی این مرحله یک چیز رو بذاریم که آی پی مقصد یک پکت رو از شبکه دیگه به آی پی سیستم خود این سیستم تغییر بدیم، و اگر این کار رو بکنیم رسیدیم به روتینگ دیسیژن، این تصمیم روتینگ، به جای اینکه بریم به سمت یک سیستم دیگه که به سمت راست اینجاست، میریم به سمت اینپوت. و به طور عادی اگر داریم با سیستم های عادی کار میکنیم و با روتر کار نمیکنیم، مستقیما این روتینگ دیسیژن میگه خب آی پی مقصد آیا آی پی هست که روی کارت شبکه ما هست؟ اگر باشه میره به سمت اینپوت، اگر نباشه اینجا میگه این پکیت مال ما نیست و من برای روتینگ تنظیم نیستم، خدافظ، پکیت رو میندازه. و معمولا یه جواب ICMP میده، ولی خب اون دیگه اون خیلی دقیق نمیدونه. میرسیم به بخش اینپوت. این اسما پری‌روتینگ و اینپوت و اینها توی IP tables پیدا میشه، توی NF tables هم پیدا میشه. وقتی رسیدیم به اینپوت چند تا مرحله داریم، مثل همین اینا منگل و نت و اینا داریم. وقتی که اینها با موفقیت تونستیم ازشون رد بشیم، میرسیم به پروتوکال لیر. اینجا جالبه، پروتوکال لیر لایه کرنل هستش که دیگه پروتوکال لایه 4 رو شناسایی کردیم، میدونیم که مثلا اگر TCP هست یا UDP هست. اگر TCP باشه و برای ما باشه، سعی میکنیم که دنبال یک سوکت بگردیم برای اون پکت. مثلا ما یه پکت سین هستیم، ما یه پکت هستیم توی کانکشن TCP، حالا سین نیستیم، فرض کنیم دهمین پکت هستیم و داریم میرسیم به سرور مقصد روی پورت 80، که اون سرور مقصد یک وب سرور هست، داره یک وبسایت ارائه میده. و وقتی که این پکت میرسه، IP مقصد و پورت مقصد IP این سرور باید باشه و پورتش باید 80 باشه. و اگر یک وب سرور داره روی این سیستم ارائه میشه، ارائه داده میشه، یک سوکت لیستنینگ، یعنی داره گوش میده، سوکت لیستنینگ داریم روی این سیستم که رو همون IP و همون پورت داره گوش میکنه. و اگر داره گوش میکنه، یک مرحله سوکت لوکاپ داریم که دنبال سوکت میگرده، و اگر IP و پورت ها با یک سوکت لیستنینگ مچ شد، میگه خب این مال منه، من باید برم سمت این. اینم مرحله بعدیش، ولی بذار در مورد این سوکت لوکاپ صحبت کنم. میگه look for connected socket، یعنی دنبال یک ساکت وصل بگرد. اگر ما پکت دهمین باشیم، سوکتمون باید وصل باشه. خب در نتیجه دنبال یه سوکت میگردیم که هم آی پی های چجوری بگم، سورس آی پی، حالا نمیدونم فارسیش چی بگم، سورس آی پی، دستینیشن آی پی و پورت ها با یه دونه از سوکت های وصل کانکتد یکسان باشن. اگر هستند یه هیت انجام میشه و اون پکت محتواش در میاریم و می نویسیم به سوکت، که بعدش اون برنامه یوزر اسپیس میتونه این رو از سوکت بخونه. اما اگه ما اولین پکت باشیم، فرضاً اون سین پکت بودیم، اولین پکت تی سی پی، دریافت میشیم توی به این مرحله موفق نیست، هیت نمیگیریم، میس میکنیم، غیر موفقه و میریم مرحله بعدی. میگیم خب اوکی، سورس آی پی و دستینیشن آی پی و سورس پورت و دستینیشن پورت مچ نشد، آیا سوکتی هست که داره لیسنینگ میکنه روی فقط اون دستینیشن آی پی و دستینیشن پورت،
مهم نیست سورسش چیه. اگر بود یه هیت میزنیم و پکت بعدی میاد به این یکی هیت میزنه. یعنی اولین پکت کانکشن میاد رو این هیت میزنه، سوکت از لیسنینگ تبدیل به کانکتد میشه و مرحله بعدی پکت بعدی که میاد به این یکی موفق میشه، یعنی زودتر موفق میشه. خلاصه دلیل اینکه این کار رو میکنه برای اینکه بتونه جلوگیری از سین فلود، حالا اگر زیاد مثلا سین پکت بفرستیم و یه مستقیما یه کانکتد ساکت بسازیم، این باعث میشه که خیلی زیاد مموری استفاده بشه و نمیخوایم این کار بکنیم. اول لیسنینگ که با یک سوکت خیلی حجم کمتر کار میکنیم، بعدش که پکت قبول شد و پکت بعدی اومد یک سوکت کانکتد باز میکنیم که دیگه خیلی بیشتر و حجمش بیشتر و اطلاعات بیشتر راجع به پکت و کانکشن داره. و بعد اگه هیچ کدوم از اینا موفق نبود میخوریم به این مرحله آخر که این ادر اینی که دیگه خیلی مهم نیست. ولی خب اگر فقط اگه فقط پورت جواب داد و خوند با این کار کنیم، که معمولا اگه مثلا یه وب سرور رو بندازیم که آدرس دریافت کانکشنش فقط بزنید 0000، یعنی رو هر آدرس دریافت کنه، به این اول میخوره. برگردیم به اینجا. این مسیر ارسال پکت ها هست، اما توش هم فوروارد هم گذاشتم. وقتی که پکت رو دریافت کردیم، خب وقتی سوکت لوکا موفق شد، از اینجا میایم بالا و میرسیم به لوکال پروسس، یعنی همون وب سرور. مثلا وقتی که رسیدیم به وب سرور، میتونه با اون سوکت هر کاری دلش خواست انجام بده، میتونه بخونه بعدش بهش بنویسه. و اون سوکت مثل هر چیز دیگه تو لینوکس یه فایله، و اگه بهش به اون فایل بنویسیم، کرنل میاد اون سوکت هرچی نوشته شد به اون سوکت رو تبدیل میکنه به پکت های TCP، و بعدش که تبدیل کرد به پکت TCP میاد به روتینگ دیسیژن. اگر پکت برای خودمون بود، برای همین سیستم بود، یک تصمیم میگیره که دوباره برش گردونه به لوپ بک. اگر نه، میفرسته به سمت یک کارت شبکه دیگه و یه شبکه دیگه و احتمالا به اینترنت. و بازم به این مرحله آوتپوت که یک قسمت از IP tables و NF tables هستش، میتونید در موردش گوگل کنید. دوباره کانترکت داریم، منگل، تمام این آوتپوت ها رو داریم. دوباره روت رو چک میکنیم و بعدش پوست روتینگ رو انجام میدیم، مرحله بعد از روتینگ، که تو این مرحله خیلی کارا میشه انجام داد، بستگی به استفاده و نیازهاتون داره. خیلی میتونید برید توی ویکی NF tables جستجو کنید، ببینید تو این مرحله ها میشه چی کار کرد. معمولا بهش میگن output chain post routing chain، یعنی زنجیره output و post routing. یه XFRM lookup داریم که این خیلی چیز کاربردی نیست، فکر کنم فقط برای IPsec استفاده میشه. میتونیم فعلا محل نذاریم و میفتیم توی egress queue disk. egress queue disk مثل ingress queue disk یک مرحله هستش که دیرتر توی مسیر ارسال پکت اجرا میشه، و توی این مرحله بازم میتونیم بررسی کنیم، شناسایی کنیم، عمل کنیم رو پکت ها، و اینجا خیلی قابلیت بیشتر برای مدیریت ارسال پکت داریم. مثلا اگه میخوای لیمیت کنی، محدود کنی سرعت یک کانکشن، میتونی محدودش کنی و میتونی خیلی کار رو انجام بدی توی این مرحله. خیلی کاربردیه توی سیستم های روتر و پیاده سازی QoS در روترها. مثلا توی اون ایونتی که من برگزار میکنم که 1000 نفر از یک روتر دارن رد میشن، از این کیو دیسک که مدیریت صف های نرم افزاری توی استک شبکه سیستم عامل لینوکس، ازش خیلی استفاده میکنیم که
مثلا یوتیوب و نتفلیکس و اینا رو محدود کنیم، ولی پکیج های CSGO، League of Legends و بازی های مختلف رو اولویت بیشتر بهشون بدیم که اونها دراپ نشن و پینگ بچه ها بهتر باشه. بعدش مستقیما میریم به کارت شبکه و ارسال میشیم. مسیر ارسال توی کارت شبکه، حالا براش خیلی چیز ننوشتم و سلاید درست نکردم، ولی خیلی ساده است. اون پکیت رو به درایور میدیم، به درایور میگیم لطفاً اینو ارسال کن. درایور بعدش میذارتش تو صفحه ارسال. بعد از اینکه ارسال کرد یه اینترابت میزنه به سی پی یو، میگه لطفاً اون قسمت رم که این پکیت توش بود رو خالی کن. اما وقتی که این اینترابت رو میفرسته و هر کجا اشاره کردن به اینترابت و اینا، یک ترید جدا باز میشه و تو این ترید جدا این کار انجام میشه، چون که ما نمیخوایم اون سی پی یو در حالت اینترابت رو درگیر کنیم، درگیر این کار. یه کلی بگم، یه چیز خلاصه بگم، دریافت پکت ها توی لینوکس خیلی سخت‌تر از ارسال پکت ها هستش. چرا؟ به خاطر اینکه ما نمیتونیم بدونیم کی پکت دریافت میکنیم، اما میدونیم کی ارسال میکنیم. در نتیجه ارسال کردن بهینه است، میتونیم خیلی راحت بهینش کنیم. الگوریتمش خیلی ساده است. روش ارسال پکت اصلا خیلی پیچیده نیست. خیلی راحت، خیلی راحت. اما دریافت پکت نمیشه کاری باش کرد. وقتی که رسید به ما دیگه رسید. ما نمیتونیم به سورس، به اون سیستم که داره پکیت ها رو ارسال میکنه بگیم آقا نکن دیگه، نکن، نمیخوام، پکیت رو بسته دیگه، ما نمیخوایم پکیت دریافت کنیم. البته TCP یا الگوریتم برای این داره، اما بر اساس دراپ کردن و دیگه چجوری بگم، دراپ کردن پکیت های TCP این انجام میشه. ولی دریافت پکت سخته، بهینه کردنش سخته، خیلی رو CPU فشار میاره و خیلی هم سعی کردن مثلا گیت‌هاب، میدونم که گیت‌هاب توی سیستماشون سعی میکنن از اصلا از استک شبکه کرنل دور بزنن، از خود کارت شبکه مستقیما پکت‌ها رو بفرستن به یوزر سپیس و یه پروسس تو یوزر سپیس 24 یعنی 24 ساعتی دائم، یعنی چجوری بگم، سی پی یو رو تا 100% استفاده میبره، یعنی یوسیج سی پی یو 100% داره اون کارت شبکه رو هی پول میکنه، داره هی درخواست میده به کارت شبکه هرچی داری به من بده، هرچی داری به من بده، هرچی داری به من بده. خب و این به خاطر همینه، به خاطر اینکه بعضی وقتا نمیشه بهینه کرد، بعضی وقتا خیلی پیچیده و خیلی مرحله زیادی هست که لازم نیست. برای گیت هاب مثلا لازم نبود که این همه روتینگ و لوکاپ و NF تیبلز و اینا باشه. میخواستم پکت ها فوری به یوزر سپیس برسن. خلاصه اینم از این. دیگه یک کوچولو خسته شدم. خیلی پیچیده تر از اینا هست. خیلی جزئی تر میتونم صحبت کنم، ولی دوست ندارم که تو یک ارائه در موردش صحبت کنم. شاید پخشش کنیم تو ارائه های دیگه، مثلا یه روز میتونیم در مورد QoS صحبت کنیم. و اگر سوالی داشتید و میخواستین دوباره من رو دعوت هم کنیم، خیلی خوشحال میشم. سوال داشتید لطفا از این فرصت استفاده کنید که سوالاتون رو بپرسید و سعی میکنم تا اونجایی که میدونم جوابشون رو بدم. بازم ممنونم که تشریف آوردین و گوش دادین به ارائه من. ممنون مارک عزیز، خسته نباشی، خیلی عالی بود. حالا دوستان اگه سوالی دارن تا موقع حالا میپرسن کم کم. حالا کسی میخواد میکروفونشو باز بکنه، براش مثلا تایپ کردن سخته، میکروفونشو باز کنه و راحت تر فکرم اونطوری پرسیدن سوالات تا تایپ کردنش. ولی بازم تو چت میتونید سوالاتون بپرسین. اگه فکرم چون حواس شما به چت نبود مارک، اگه حالا تونستونم باز کن که اگه بچه‌ها سوال پرسن دیده بشه اونجا. باشه حتما، بازش کردم. خب یه سوال از محسن میبینم، دیر رسیدم، در مورد نتم و تیسی هم صحبت شد،
یه کوچولو در مورد تیسی صحبت کردم. گفتم کلی گفتم که یک مرحله دریافت و توی مرحله دریافت و ارسال پکت ها این تیسی وجود داره، یعنی انجام میشه و میتونیم ازش استفاده کنیم برای QoS. نت ام نه، میدونم نت ام چیه اما از نت ام چیزی نگفتم. نت ام یک از کیو دیسک ها، یعنی الگوریتم های مدیریت صف های شبکه دریافت یا ارسال شبکه های توی لینوکس هستش و نت ام فکر کنم میتونی لیتانسی اضافه کنی به بعضی از اتصال های تی سی پی یا یو دی پی یا حالا هر چیزی، میتونی پکت لاس ایجاد کنی توی مسیر دریافت و ارسال پکت و اینا. خب بله، نت ام در کجای این پروسه وارد عمل میشه؟ خب نت ام وارد توی این مرحله انجام میشه، توی اینگرس کیو دیسک و ایگرس کیو دیسک. یعنی توی تی سی توی دریافت پکت خیلی زود انجام میشه، اما در مسیر ارسال پکت یکی از دیرترین مرحله ها هستش. صدا سلام خواهد شد مارک یا نه هست صدا هنوز؟ نه من جواب سوال رو دارم، اگر سوال دیگه ای بود بفرمایید. دیگه بچه ها پرسیده فکر کنم منبع خوب برای این موضوعات معرفی بکنی چی هست؟ کتاب حالا یا یک کتابی هست یادم نمیاد اسمش، احتمالا میتونم لینکاشونو بذارم. آره بعدا تو گزارش جلسه کامل همه چیز میتونی بذاری. یه دو سه تا بلاگ پست هست مال یه 4-5 سال پیش که packagecloud.io نوشتند که خیلی جزئی در مورد فانکشن ها و در مورد نیو ای پی آی و پولینگ و اینجور چیزا صحبت کردن تو اون بلاگ پست ها، خیلی جزئی و خیلی طولانی. اگه دوست داشتید بیشتر در مورد این دریافت پکت ها و ارسال پکت ها یاد بگیرید، تو اون بلاگ پست ها خیلی اطلاعات زیادی و جالب هست. سوال بعدی از محسن، ما برای بهینه کردن سرور با ترافیک شبکه بالا به صورت تجربی پارامترهای syscuttle.conf رو تیون اپ میکنیم، آیا شما هم تجربه مفیدی برای اشتراک با ما دارید؟ آیا اصلا این کار لازم هست به نظرتون؟ بله لازم هست، اما شاید چجوری بگم، شاید یکم زیادی به این چیزا حساس هستم. به نظرم نباید همینطوری الکی رفت این چیزا رو تغییر داد. خب وقتی که میخوای اینا رو تغییر بدی تو سیستم هایی که خیلی ترافیک زیادی دارند، حتما یک سیستم مانیتورینگ و جمع کردن اطلاعات متریک حتما داشته باشید و اینا رو بریزید توی دیتابیس سیری زمانی مثل پرومیتیوس یا اینفلوکس دی بی یا حالا هر چیز دیگه. حتما اینا رو داشته باشید و سعی کنید جستجو کنید آیا این صفحه پر میشن، آیا محدودیت همون کجا هستند، که بعدش با اون اطلاعاتی که جمع کردید مستقیما بدونید که آها من باید فلان قسمت کرنل رو روش تأثیر بذارم و برای اینکه بتونم این کار بکنم یک پارامتر syscuttle.conf هست، syscuttle.conf هست که بتونم اینو تغییرش بدم. همینجوری الکی اینو رو تغییر دادن شاید جواب نده شاید جواب بده، اما به نظرم خیلی بستگی به کارتون داره و حتما قبل از اینکه این کار رو بکنید جستجو کنید ببینید کجای سیستم باید بهینه بشه و کجای سیستم محدوده. و قبل از اینکه این و یه چیز دیگه هم اضافه کنم به این،
خیلی از اون پارامترها صرفاً بیشتر کردن یا بزرگ کردن فضای بافر هستند و شاید بیشتر کردن بافرها بهتر باشه، شاید باعث بشه که سرعت یا چجوری بگم پهنای باندتون به نظر بیشتر باشه. مثلا یک کانکشن TCP دانلود یا آپلود سریع‌تر با پهنای باند بیشتر انجام بشه، اما این تأثیر منفی روی لیتنسی داره. هرچی بیشتر بافراتون رو بیشتر بکنید، بزرگتر بکنید، این تأثیر منفی روی لیتنسی داره، چون که معمولا هر موقع بافر پر بشه بافر پردازش میشه و خالی میشه. اما اگر بافر بیشتر باشه، بزرگتر باشه، هر یعنی چجوری بگم تایمی که میگذره بین خالی کردن این بافرها بیشتره، در نتیجه پکت هایی که تو اون بافر هستن بیشتر تو اون صف و اون بافر میمونن، بعدش پردازش میشن. و اگر لیتنسی براتون مهمه و همزمان پهنای باند براتون مهمه، شاید لازم هست که یک چیز دیگه تغییر بدی یا اینکه کلاً سخت افزار قوی تر پیدا کنید. ایشون میگه بله درسته، ما هم کاملا تجربه با آزمایش این کار رو میکنیم. خب وقتی که از لود بالانسر در لایه 3 یا 4 صحبت میکنیم، داریم در کجای این نقشه صحبت میکنیم؟ خب لود بالانسر لایه 4 اکثرشون که من روی یکیشون کار میکنم، مال یونیماگ کلوزر و یکی دیگرش هست مال فیسبوک اسمش کاتران باشه، یکی دیگرش مال گوگل باشه که اسمش مگلیو باشه، تمام اینها در مسیر دریافت پکت لود بالانسینگ انجام میده. خب لود بالانسینگ در لایه 4 معمولا رفع مشکلات روترهای سخت افزاری هستش. بازم برمیگردیم به اون روترهای سخت افزاری که متاسفانه محدود هستند. این لود بالانسرها سعی میکنن مشکلات اونها رو رفع کنن با اضافه کردن یه مرحله میون در مسیر کلی. خب یعنی بین سیستم مقصد و روتر یه دونه سرور دیگه هم هستش، معمولا یه دونه سرور دیگه از همه سرورهایی که توی اون دیتا سنتر قرار میگیره، و اون با تکنولوژی های مثل XDP و eBPF میتونه پکت ها رو بفرسته سمت سرور مقصد در زودترین مرحله. یعنی اگر در این مرحله این کار بکنه کمتر فشار میاره روی CPU، چون که از این مرحله نمیگذره و این XDP که انجام میشه صرفا پکت میاد به XDP، توی درایور میمونه، یعنی حتی SKB هم allocate نمیشه. یک کد معمولا توی این مرحله میذارن اسم کد eBPF که این کد تصمیم میگیره که IP و MAC address رو چی بذاره رو اون پکت و دوباره ارسالش کنه با این عمل XDPTX، که میبینید این XDPTX میاد تا این ور مستقیما میره به کارت شبکه خروجی و میره. در نتیجه لود بالانسر لایه 4 یه سیستم که در میون قرار میگیره، توی سعی میکنن تا هر چیز زودتر پکت رو بررسی کنن، شناسایی کنن و ارسال کنن. همچنین وقتی که از سوال بعدی این بود که همچنین وقتی که از نت ان اس استفاده میکنیم برای ساختن نتورک نیم اسپیس، داریم کجاهای این نقشه رو کلون میکنیم؟ آها سوال بسیار خوبیه. یک کلون از همه چیشه، تقریبا میشه گفت از همه چی، چون که این اگه فرض کنیم این استارت یک کارت شبکه هستش، نتورک نیم اسپیس باید توش یک کارت شبکه قرار بگیره. یعنی میتونیم یه دایره دور همه این بکشیم و بگیم که این همش توی نتورک نیم اسپیس قرار میگیره.
آره من دیگه نمیتونم بیشتر از این بگم و همش توی نتورک نیم اسپیس و سیستم عامل لینوکس در حالت عادی همه کاراش توی نتورک نیم اسپیس و روت انجام میشه، یعنی اصلیش، اما میتونیم همینطوری یه نتورک نیم اسپیس جدا بسازیم و تو اون کارت شبکه های متفاوت بذاریم، روتین بین نتورک نیم اسپیس رو ایجاد کنیم و کلن یک کلون از همه چی اینه. یه ویدیو دارم خودم در مورد نتورک نیم اسپیس صحبت میکنم و اگه دوست داشتید توی کانال یوتیوب هم هستش، میتونید از اونجا ببینید یا میتونم دوباره توی لاگ ارائه بدم. سوال بعدی، آیا هدف از فعال ساختن کانترکت اینه که وقتی که مثلا نت استفاده میکنیم تا تنها اولین کانکشن داخلش مچ بشه و بقیه کانکشن ها دیگر نیاز به مچ شدن ندارند؟ آیا این اطلاعات درست هست و یا اشتباه گفتم؟ بستگی داره. میتونیم از کانترکت استفاده کنیم که یک فلو، یا حالا توی نت فیلتر به اینا میگیم فلو، همون کانکشن میشه. یک فلو رو میتونیم اضافه کنیم به کانترکت و بعدا میتونیم به این کانترکت وقتی که یه پکت دیگه واسه اون فلو دریافت کردیم از کانترکت درخواست بزنیم و بگیریم که آیا این فلو رو قبلا دیدی یا نه. کانترکت نگاه میکنه به IP ها و به پورت ها و به پروتوکال. یعنی مثلا IP ها، پورت ها، مثلا پورت 80 و پروتوکال مثلا TCP. میگه آها بله اینو دارم، توی مموری دارمش، این دارم ترکش میکنم. میگه خب اوکی، اگر داری ترکش میکنی لطفا اون نتیجهی که نتیجه عمل قبلی که داشتی رو مستقیما به من بده الان، که من اون کار رو مستقیما انجام بدم بدون اینکه برم مرحله های بعدی و بررسی بکنم و بیشتر کاری انجام بدم. بعدش هم میشه از کانترکت استفاده کرد برای نت که اگه عملش این باشه که پکت رو تغییر بده، خب اون تغییرات به پکت رو هم حفظ میکنه و بازم انجام میده برای پکت های بعدی اون فلو. و از کانترکت میشه استفاده کرد برای صرفا فقط حفظ پکت و میتونیم از کانترکت استفاده کنیم که پکت ها رو مارکشون کنیم، یعنی یک نمیدونم به فارسی میشه چجوری گفت، ولی خب توی همون SKB که من بهش اشاره کردم که هر پکت یک SKB داره، یک فیلد داره که یک فیلد خالی 32 بیته 4 بایت که در اون 4 تا بایت میتونیم هر چیزی که دلمون خواست بذاریم و توی خیلی از مرحله های توی کرنل میشه اون رو بررسی کرد و تغییرش داد. توی کانترکت هم یک کاری که خیلی انجام میشه، خیلی دیدم رایجه، اینه که توی کانترکت یک مارک ذخیره میکنند وقتی یه پکت دریافت میکنی و کانترکتش، یعنی توی اون جدول کانترکت دیدیم که این مچ شده، این رو داریمش، اون مارکی که توی کانترکت داریم برای اون فلو رو تبدیلش یا میذاریمش، یا چجور بگم، اون مارک رو میذاریم روی پکت. خب یعنی اگر یه IP تیبل یا NF تیبل خیلی پیچیده داشتید و لازم بود که روی هر کدوم از پکت ها یک مارک متفاوت بذاری، مثلا پکت های TCP که پورت 80 باشن مارک 20 بذاری، خب میتونی این مارک رو ریستور کنی از کانترکت. خیلی در مورد کانترکت میشه صحبت کرد و ساعت ها میشه در موردش حرف زد. یک سوالی ماک، این در مورد یونیما که مقدار بیشتر توضیح میتونی بدی اصلا و اینکه پروژهش قرار هست اوپن سورس هم بشه نشه؟ نمیدونم. یونیماگ به احتمال زیاد اوپن سورس نشه تو این چند سال آینده، چون که خیلی وابسته به سیستم های داخل کلاودفر هستش و فکر نکنم این پیش بیاد. خود
الگوریتم و پیاده سازی یونیماگ، با وجود اینکه یونیماگ خودمون پیاده سازی کردیم، الگوریتمش و روش لود بالانسینگش ما طراحی نکردیم. یک مقاله هست به اسم بیمر که میتونم تایپ کنم، بیمر. این مقاله بیمر این روش رو توش توضیح داده و حتی یه بلاگ هم داریم که اینا رو میگه، یه بلاگ در مورد یونیماگ داریم که میگه که از بیمر، از الگوریتم بیمر تقریبا میشه گفت استفاده میکنیم و چه خاصی نیست. فکر نکنم اوپن سورس بشه، چون که گفتم خیلی وابسته به سیستم های دیگه هست و اخیرا دارم میبینم که داره تبدیل میشه به یک سیستم کلی که فقط یه قسمتش فقط لود بالانسینگه و خیلی کارهای دیگه انجام میده. ممنون از سوالاتتون. اگه سوال دیگه هم بود خواهش میکنم لطفا. لینک یوتیوب من چشم الان در اختیار میذارم. لینک کانال یوتیوب من گذاشتم. توی کانال یوتیوب من در مورد مسائل دیوابس و برنامه نویسی EBPF و شبکه و نتورک نیم اسپیسز و پینگ و اینجور چیز رو صحبت میکنم. گفتم اگه علاقه داشتید میتونید برید یه نگاهی بندازید ببینید خوشتون میاد یا نه. یه چند ماهه که ویدیو نذاشتم، اما این به خاطر اینکه هیچ موضوعی به ذهنم نمیرسه. اگر نظری داشتید که من ارائه بدم یا ویدیو بسازم لطفا توی تویتر فکر کنم توی همون اول ارائه گذاشتم، این تویتر و گیتاب و ایمیل من. مهداد سوالی داره، میگه اگر خسته نشدی میتونید درباره پیاده سازی VRF در لینوکس هم صحبت کنی، هم اینطور درباره لینک اگریگیشن در لینوکس. سوال بسیار خوبی پرسیدید، چون که VRF یک قابلیتیه که تقریبا میشه گفت هیچکی ازش استفاده نمیکنه، به خاطر اینکه VRF یک قابلیتی که از چجوری بگم روترهای سخت افزاری اومده و فکر کنم شرکت کیومولوس لینوکس که یک دیستریبیوشن لینوکس مخصوص برای شبکه میسازه، که فکر کنم الان نمیدونم کی خریدش، ولی فکر کنم اینویدیا خرید کیومولوس. آره اینویدیا خریدش. بله اینویدیا خریدش و گرون کرده. بله بله این تاثیر نویدیاست دیگه متاسفانه. آره این فقط توی اون خیلی ازش استفاده میشه تا اونجا که من میدونم، و مستندش فکر کنم تو همون مستند کیومولوس میشه پیداش کرد. خیلی اطلاعات راجبش ندارم، یه کوچولو باش کار کردم ولی همین رو بس. فکر نکنم من فرد مناسبی باشم که در موردش خیلی صحبت کنم. شاید در آینده رفتم یک کوچولو در موردش
یاد گرفتم و باشه کم کار کردم و بعدش یه چیزی منتشر کردم. و لینک اگریگیشن چیز خاصی نیست. نمیدونم میتونم یه ویدیو بعداً در موردش یا بیام دوباره ارائه بدم در مورد لینک اگریگیشن، ولی فکر نکنم موضوع خیلی سخت و پیچیده باشه. به نظرم این لینک اگریگیشن و اینجور چیزها شاید بیشتر به درد بلاگ و اینا باشه، بیشتر به درد بلاگ و اینا بخوره. من رو دارید مارک؟ بله صداتون رو دارم، بفرمایید. مرسی از ارائه خوبه. در رابطه با لینک اگریگیشن مثال عرض کنم، فرض کنید که چندین خط آپلینک اینترنت وجود داره در مثلا سازمانی و ما میخواییم از تمام خطوطش استفاده کنیم در جهت اگریگیت کردن پهنای باند. مثلا یه مثال میتونه باشه. آره من متوجه هستم. اتفاقا من توی سیستم های همون ایونت هم که من 12 تا خط اینترنتی داریم اونجا با همین کار اگریگیت میکنیم و اینا، چون که هر کدوم از اونها با یک کابل شبکی 1 گیگابیت وصله، اما به سمت لن با چند تا اگریگیت چند گیگابیت وصله. در نتیجه آره یه موضوع جالبیه و اونم توی لینک اگریگیشن بازم داستان هشینگ و اینا هستش که چجوری میتونیم بالانس کنیم که روی کدوم کارت شبکه پکیت ها قرار ارسال بشه و اینجور چیزها. ولی بیشتر اون پیچیدگیش روی سمت ارسال فکر کنم، سمت دریافتش اونقدر فکر نکنم پیچیده باشه. لینک اگریگیشن و باندینگ موضوعش میتونه باشه. یه سوال دیگه داریم. توی اول ارائه گفتین که روترها و تجهیزات سخت افزاری به دلیل اینکه نمیتونیم تغییرشون بدیم به درد نمیخورند. میخواستم ببینم این تجهیزات کجا کاربرد دارن توی شبکه های بزرگ. خب اوکی. چرا از چیزهای سخت افزاری استفاده میکنیم اما صرفا برای روتر، صرفا فقط برای روتینگ و بیشتر از اون ازشون استفاده نمیکنیم به خاطر اینکه بسیار مشکل ساز هستند. تنها کاری که میتونن خوب انجام بدن همون انتقال پکت از یه شبکه به یه شبکه دیگه، چون که از سال 1969 که اولین روترهایی که ساختن، که اون موقع نمیگفتن روتر میگفتن اینترفیس مسیج پروسسور، خب از اون موقع تا حالا خیلی داستان فرق نکرده. روتینگ همون انتقال پکت از یک شبکه به یک شبکه دیگه است و صرفا برای اون استفادهش میکنیم. کارهای پیچیده که لازم باشه که بخوایم کد بنویسیم و کد در مسیر پکت بذاریم، که مثلا همون لود بالانسر لایه 4، نمیشه روی روترها انجام داد مگر اینکه اون روترهای بسیار گرون، بسیار گرون که تازگی دارن ساخته میشن، که خیلی هیجان زده هستم و دوست دارم که ببینم اونا چجوری و چه شکلی میشن، ولی فعلا که هنوز دست ما نیست. البته فکر کنم رو مدیاها بحث‌های مختلفی هست، مثلا رو اینفینی بند خیلی داره کار میشه همچنان. اینفینی بند توی شبکه‌های اینترنتی ازش استفاده نمیشه. نه. اینترنت نیست. نه شبکه‌های داخلی. حالا البته توی بحث مثلا روتر و اینها که قاعدتاً منطقی نداره، ولی توی لایه سویچینگ و اینجور چیزا خب هنوز یعنی داره ازش استفاده میشه. خب لیتنسیش هم خیلی پایین تره. آره یکم، ولی خب متاسفانه خیلی ها دارن از این اینفینی بند و از این چیزها دارن میزنن کنار، دیگه دوست ندارن با این چیزهای جدا از اینترنت کار. استار داره اینفینی بند، مگر نه من لیتنسیش و بنچمارک هایی که در مورد لیتنسیش میبینم خیلی عدد خوبیه. البته ما خودم یه بار تجربهش رو داریم و خب واقعا هم
خوب بود، ولی انحصاری بودنش برنداش مخصوصا تو ایران خودش این دستگاه رو میبنده واقعا. اینطوری بهتون بگم که توی شبکه‌هایی که لیتنسی خیلی براشون مهمه، مثلا بازار بورس استاک مارکت نیویورک استاک اکسچنج و اینجور چیزها، از سویچ های اینترنتی استفاده می کنند که انقدر لیتنسی پورت به پورتشون کمه، بکنم در اندازه چند صد نانو سکند نانو ثانیه حساب میشه، یعنی خیلی کم، خیلی 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 کم، و اونجا هم نشنیدم از اینفینی بند استفاده کنن. و برای شبکه‌های داخلی که استوریج دارن، داریم میریم سمت پروتکل‌های مثل NVMe over TCP و اینجور چیزها و RDMA که میشه Remote Direct Memory Access، فکر کنم اگه اشتباه نکنم، از که اینا همشون پروتکل‌های ایترنت هستند. و خب یه چیز دیگه هم که هست، اون اینفینی بند و اینا تا اونجا که من میدونم تو این قسمت‌های نتورک استک کرنل که من توضیح دادم اصلا تو این چیز نیست، پیدا نیست. فکر نکنم بتونید تو NF tables مثلا اینفینی بند رو کاری باش بکنید. و حتی XDP هم ایترنت چه انجام مثلا میشه مثلا اینفینی بند رو به ایترنت رو مثلا میشه تغییرش داد درایورش، ولی خب میگم کلن یه مقدار همون موضوع این مثلا همین موضوع درایورش رو که میگم، سر درایورش معمولا آدم خیلی اذیت میشه، چون درایورش هم اونا هم حتی انحصاریه، بعد واسطه مثلا یک آپدیت، اگه یک مشکلی بخوره آپدیتی بیاد واسهش و اینجور چیزا. ولی خب اون موضوع پروتکل RDMA آره واقعا مثلا تو استوریج صفر و صفر مثلا خب تو داخلیاش RDMA استفاده میشه، خب واقعا هم متفاوت میشه. بله خیلی ازش استفاده میشه، ولی خب من توی شبکه‌هایی که من کار میکنم ازش هیچی ندیدم، ما فقط اینترنت کار میکنیم. شبکه‌ای که من توش کار میکنم که کلاودفلر باشه، خیلی پخشه، یکی از بزرگترین شبکه‌های تو کل دنیاست، و به خاطر همین پخش بودنش هر دیتا سنتر حجم ترافیک اونقدر زیاد دریافت نمیکنه و ارسال نمیکنه. اما توجه داشته باشید که تمام این شرکت‌های بزرگ و شبکه‌های بزرگ بیشتر داده ارسال می‌کنند تا دریافت می‌کنند، و حجم ترافیک که ما ارسال می‌کنیم و دریافت می‌کنیم اونقدر زیاد نیست نسبت به گوگل و فیسبوک و اینا توی یک دیتا سنتر برای یک دونه سرور، به خاطر اینکه ما خیلی پخشیم، تو 200 تا شهر متفاوت چیز داریم فکر کنم دیتا سنتر داریم، اما گوگل و فیسبوک اینا این کارو نمی کنند. در نتیجه اونها بیشتر سرمایه گذاری می کنند توی سخت افزار کاستوم، یعنی سخت افزار کاستوم می سازن با پروژه های اوپن کامپیوت، نمی دونم خیلی بیشتر روی کارت شبکه های سمارت نیک کار می کنند و روترها و سویچ های خودشون رو می سازند در این حد. اما ما اینطوری نیستیم، چون که حجم ترافیکی که ما دریافت می کنیم اینقدر زیاد نیست، واسه همین من خیلی باش تجربه ندارم با اون سیستم های خیلی خفن. یک سوال دیگه هم الان واسه همون داشته در مورد پاپ سایت های اینو صحبت کردی، توی در مورد وارپ هم یه مقدار میتونی مثلا بگی داخلش مثلا چی میگذره، چی جوریه؟ خیلی کلی هست، یعنی منظور نمیخوام پس مثلا توضیح خیلی خاصی باشه. وارپ خیلی به چیز به کرنل ربط نداره، البته یه قسمتش به کرنل ربط داره، اینو بهتون میگم. وارپ باید وارپ یکم قاطی کردم، وارپ رو میخواستی بدونی، خب وارپ یه وی پی ان فکر کنم، خیلی با پروتکل زیر مجموعش فکر کنم همون وایرگارده، خیلی جزئیات نمیدونم ولی فکر کنم اون متن کدش حتی تو گیتار ما هست. میخوام داخلش روتینگی دارین مثلا حرکتی کاری مثلا بین نودایی که خود کلاودفلر داره انجام میده انجام میشه؟ اونش من دقیقا نمیدونم، وارپ
صرفاً یه وی پی ان و مثل هر وی پی ان دیگه فکر کنم کار میکنه. من خیلی دقیق نمیدونم چون در لایه من نیست. اون وارپ تو یوزر اسپیس اجرا میشه و در نتیجه برای من تنها چیزی که من میبینم یه سوکته. مرس. خواهش میکنم. خیلی ممنون از سوالاتون. اگه سوال دیگه ای بود لطفا. کسی سوالی داره بچه‌ها بپرسه. اتفاقاً اگه یاد بیاد تو صبح صحبت کردیم گفتی 45 دقیقه، من گفتم اتفاقاً 2 ساعت میشه. بله. حالت رسیدی. بله. اگر دوست داشتید یه جلسه دیگه بذاریم اگه سوالای مخصوص به کلودفر و اینا بود، یه سوالی در مورد شبکه، یه ارائه در مورد شبکه کلودفر میتونم بذارم. البته نمیتونم خیلی جزئی بگم، با جزئیات بگم چون که خیلی چیزاش NDA و اینا داره، ولی در کل میتونم در مورد مشکلاتی که ما داریم صحبت کنم و یه سیستم جهانی و اینجور چیزها. ولی اگه در مورد کرنل چیز سوال داشتید لطفا از این فرصت استفاده ببرید، اگر نه خب من دیگه همین رو بس. فکر کنم آره خیلی خوب بود برای من که حداقل به عنوان حالا خیلی آماتورم تو زمینه لینوکس و مباحث اولی هم هنوز خیلی جالب بود ارائه و خیلی چیزای کلمات کلیدی یاد گرفتم که بتونم بیشتر مطالعه کنم. بعدا ازت خیلی ممنونم بابت این ارائه. چون طولانی هم شد در فارسی هم باید صحبت می‌کردی که شاید سنگین تر یا سخت تر انگار فرسایشی بود در اون طولانی هم شد. خیلی ممنونم از این بابت وقتی گذاشتی. خواهش می‌کنم بچه‌ها اگه فهمی نفر داره تایپ می‌کنه حالا تو تام تایپشون رو بکنن سوال چیزی جاید داشته باشن. بعد اگه فرصت کردی و تمایل داشتی اینکه چی شد مثلا اگه دوست داشتی وقت داری و حوصله داری الان در تو اینکه چرا مثلا انگیزه داشتی که فارسی رو یاد بگیری و برش وقت بذاری، اگه خیلی خلاصه دوست داشتی توضیح بدی برامون خیلی ملقا من کنچ کابم برای موضوع اگر تمایل داری اگه موضوع صحبت کنی. حتما حتما. من خب گفتم متولد انگلیسم، خب بزرگ شده انگلیسم هستم، البته پدر مادرم ایرانی هستند و اونها قبل از اینکه من به دنیا اومدم مهاجرت کردم به انگلیس. یه جورایی میشه گفت که زبان اصلی من یا مادری من فارسیه، چون که اولین واژه هایی که بیان کردم همون مامان بابا و کلمه های فارسی بود، چون قول پدر مادرم این بود که چون بابام انگلیسی بلد بود، انگلیس درس خونده بود، اما مامانم انگلیسی بلد نبود اون موقع که بچه بودم و قول این بود که شرط گذاشته بودن، گفتم خب مامانم به من فارسی یاد بده، بابام به من انگلیسی یاد بده. بابای من درگیر کار و زندگی و درس و اینا بود اون موقع، فکر کنم استاد دانشگاه بود و میشستم تو خونه وقتی بچه بودم با مامانم سریال های انگلیسی میدیدم، ولی خب اکثرا فقط با مامانم حرف میزدم و خب فارسی شروع کردم یاد گرفتن. من کلا دیر زبونم باز شد. بعدش که رفتم مدرسه و اینا مجبور بودم انگلیسی یاد بگیرم و اونجا که درس میخوندم انگلیسی یاد گرفتم، انگلیسی شد زبان علمی من و تو خونه فارسی حرف میزدم، ولی خب تو خونه خیلی عامیانه حرف میزدیم و من بعد از 10-15 سال فقط در حد مامان شام امشب چی داریم رو بلد بودم و چیز بیشتر از اینا بلد نبودم، خیلی کم. یه چند سال پیش، یه حدود 2-3 سال پیش اومده بودم توی فضای مجازی ایرانی دیسکورد و اونجا شروع کردم با افراد ایرانی صحبت کردن و یاد گرفتن و تمرین کردن و دائم و یکی از و میشه گفت چند تا از دوستای صمیمی من الان ایرانیایی هستن که الان ساکن ایران هستن و هر روز دوست دارم ایرانی فارسی صحبت کنم و با ایرانی ها حرف بزنم و تسلط پیدا کنم به این زبان. و تقریبا یک سال و نیم پیش شروع کردم به خوندن و نوشتن و تازگی ها شروع کردم به نوشتن و اگر دقت کرده باشید به توییترم زیاد اشتباه می نویسم، ولی خب تلاش می کنم. اینم خلاصش. مرسی، ممنون، خیلی جالب بود. امیدوارم حالشون خوب باشه بعد از هر جا که هستن.
و خب این خیلی خوب داره ما که حداقل یه فرد با تجربه مثل شما زبون ما داره صحبت میکنه و خیلی خوب شد که بابت این موضوع میتونیم تو جلسات شما استفاده بکنیم. حالا بچه هم گفتن حتما تو جلسات دیگه هم فکر میکنم نیازه که از تجربیاتت بتونیم بیشتر استفاده بکنیم و حتما جلسات دیگه هم تو این موضوع اختصاص میدیم اگه تمایل داشته باشی که فکر کنم خیلی متمایل هم بودی برای این موضوع. بله حتما حتما. بسیار خب. بعد حالا من متوجه شدم بیشتر یوتیوب فارسی، حالا نمیدونم جای دیگه انگلیسی رو هم میذاری یا نه فعلا همون کانال بیشتر؟ فقط فارسیه، نمیدونم خیلی نمیدونم، احساس میکنم که این چیزهایی که بلد هستم و میدونم با وجود اینکه به انگلیسی هم مستندش خیلی کم پیداست به زبان فارسی اصلا پیدا نیست، یا شاید من درست نگشتم برای دنبالش، ولی پیدا نیست و خیلی ها رو میشناسم که از من دائم دوست و رفیقا از من سوالهای مربوط به شبکه میپرسن و اینجور چیزا میپرسن و خب مجبورم توضیح بدم و دیگه بعد از یه مدت به من گفتن که خب بیا استریم را بنداز و یوتیوب ویدیو پخش کن که این چیزها رو حداقل اونجا یک بار توضیح بدی و بعدش هر کسی لازم بود بره ببینه نگاهشون کنه و یاد بگیره. خیلی دوست دارم که به زبان فارسی اینو تولید کنم و نمیدونم شاید بعدا به انگلیسی هم شروع کنم این کارو کردن، ولی خب فعلا که خیلی ایرانی ها گرمترن، خیلی گرم میگیرن، خیلی دور همی طوره، یکم صمیمی طوره، اینطوری دوست دارم. خیلی عالی. آره دیگه هم توی وب فارسی و محتوای فارسی این موضوعات دست اول همیشه کمه، یعنی چالش کنن توی زبان فارسی که حالا طبیعی هم هست چون تولید علمش داره به زبان انگلیسی انجام میشه، منطقی که این حالت وجود داشته باشه توی هر زبان دیگه. حالا منم توی این جلسه لایک سر کردم بیشتر دنبال افرادی باشم که صدا دست اولی تجربیاتی دارن در تو بایستان موضوعات خیلی مهم و خاص و به فارسی هم حالا یا ایرانی هم یا حالا بس شما مثلا فارسی هم بلدن، جزم توی لایک از نقول هم تجربه دست اول استفاده بکنیم، افرادی که با سرچشمه انگار با چیزای مهم مستقیم سر و کار دارن و به سرچشمه سر هم وصلن از اونها بیشتر استفاده بکنیم که اون بحث وب فارسی محتوای فارسی خوب و دست اول هم بتونیم داشته باشیم. اون چیزی که دارم تلاش می‌کنم بتونم بهش توی لایک برسیم، حالا کمر اهداف دیگه که لایک داره در تو موضوع خودش. این جلسه برای من خیلی خوب بود، فکر کنم برای دوستانم همینطوری بوده. امیدوارم با سالا بجاست بعدی بتونیم هماهنگ کنیم، برنامه‌ریزی کنیم و ببینیم چی کار میشه کرد. ممنون، خیلی طولانی هم شد جلسه، حتی خوب تر بودم محتوی به حدی بود که تا اینجا برسیم و فکرم خستم شده بیشتر از فکرم دیگه لازم نهایی شده معطلت کنیم. اگه حالا بچه ها سوالی ندارن به تمام شده میتونیم این جلسه رو ختم بدیم. خیلی ممنون، میخواستم از شما و مدیران تشکر کنم که دعوتم کردین و هوامو دارید و از افرادی که تشریف آوردن تشکر کنم که اومدن و سوالای بسیار خوب پرسیدن و خسته نباشید همگی و اگر سوالی دیگه نبود دیگه خدا نگهدار. بسیار خوب، دستتون در نکنه، باز حالا صحبت میکنه حتی با جلسات بعدی ببینیم چه کار میشه کرد. ممنون دوستان، خسته نباشید، خدا نگهدار. خدا نگهدار، خداحافظ.